بچه من بیام اول در مورد این سرفستتون با صحبت کنم بگم چه قسمت هایی داره و اصلا قرار ما از کجا شروع کنیم و تا کجا پیش بریم قبل از اونم باید بیام بهتون بگم اصلا جنگو چیه به چه دردی میخوره و چه کارایی میشه باهاش کرد خب ببینید بچه ها جنگو یه که توی زبان برنامه نویسی پایتون که ازش استفاده میشه برای ساختن سایت ها و وب ای, ای ها خب شما میدونید سایت چیه دیگه درسته حالا فکر نکنم بدونیم وب ای پی آی چیه وب ای پی آی بچه یک دونه سرویسه که روی سرور قرار میگیره و حالا نرم افزارها میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن اطلاعاتی بفرستن یا یه اطلاعاتی بگیرن یه مثال بخوام بزنم مثلا نرمافزار تلگرام شما نرم افزار رو رو گوشیتون باز میکنید یه دونه پیغام مینویسید بعد کلید سند رو میزنید اتفاقی که میفته یه سری اطلاعات به اون پیغام شما مثل اینکه کی داره اینو میفرسته گیرندش کیه و حالا یه سری دادای اضافه مثل هدر و اتنتیکیشن و اینجور چیزها بهش اضافه میشه بعد اینا ارسال میشن طرف سرور اون جایی که روی سرور قرار داره اینا رو میگیره همون API که وجود داره پس ما میتونیم با جنگو هم سایت طراحی کنیم و هم بیایم وب API. حالا جنگو بچه ها یکی از پرطرفدارترین ترین فریمورک های ساخت وبسایت توی کل دنیاست و حتی میتونیم بگیم بچه ها پر دانلود ترین پر دانلود ترین ماژول پایتونه ببینید وقتی یه دونه ماژول میاد میشه پر, پر ترین ماژول یک زبان برنامه نویسی همینجوری نیست خب این خیلی باید خوب باشه تا همچی اتفاقی بیفته شما اگه پایتون رو نگاه کنید ماژول خیلی زیاد داره ما ماژول های مثل نامپای رو داریم مثل تنسرفلو رو داریم مثل سایکت لرن رو داریم اینا همشون برای هوش مصنوعیه و الان دارن خیلی استفاده میشن ولی بچه اگر برین تعداد دانلود های اونا رو نگاه کنید و تعداد دانلود جنگور هم نگاه کنید میبینی اصلا یک گپ خیلی بزرگ وجود داره بین اینا حله خب حالا فریم ورک چی هست اصلا کلمه فریم ورک یعنی چی بچه یک فریم ورک یه تعداد خیلی زیادی ماجوله که در کنار هم قرار می گیرن تا یک کار واحدی رو انجام بدن نحوه نصب کردن فریم ورک ها با نحوه نصب کردن ماژول ها توی پایتون هیچ فرقی نداره من وقتی که سرفصل رو توضیح دادم میشینم پای سیستم بهتون یاد میدم که حالا چه جنگو رو روی سیستمتون نصب کنید کانفیگش کنید و یه پروژه ساده بسازید و بیاریم بالا حالا تا اینجا خب همه متوجه شدن جنگو چیه برای چه چی کاری ازش استفاده میشه حالا ببینید من میدونم شما هیچ کدومتون سرفصل رو نرفتین از بخش بگیرید ولی خب سرفصل ما از 13 تا فصل اصلی تشکیل شده که هر کدوم از این فصل ها یه تعدادی بخش برای خودش داره اول از همه من میام شروع میکنم در مورد خود جنگ و توضیح دادم با اتون شروع میکنم بهتون میگم این چیه؟ چه قسمت هایی داره؟ چه جوری باید نصبش کنیم که همین جلسه بهتون میگم چه جوری باید کانفیگش کنیم که باز همین جلسه بهتون میگم بعد اینکه چه جوری یه پروژه رو به بهترین شکل بسازیم و مدیریت کنیم هم این جلسه بهتون میگم این میشه کل بخش یک بخش بعدیش من میام میرم سراغ مثلا یو ها ویو ها و ما بهشون میگیم پث در مورد آدرس دی باهاتون صحبت میکنم بهتون میام میگم مثلا یه دونه اند پوینت چیه بعد از اینکه در مورد یو ها صحبت کردیم میام میریم سراغ ویو ها در مورد فانکشن بیس ویو ها صحبت میکنیم وقتی که قشنگ متوجه شدیم فانکشن بیس ویو ها چی هستند در مورد HTML استاتوس های متفاوتی که وجود داره با هم صحبت میکنیم که مثلا وقتی که شما یه ریکوست ارسال میکنی طرف سرور خب علاوه بر اون داده ای که ارسال میکنی و یه ریسپانسی که میگیری یه کدم برای شما ارسال میشه که حالا هر کدوم از این کدها چی هستن و چه کاری رو انجام میدن بعد از اینی که در مورد ویو ها صحبت کردیم یه بار دیگه میایم به طور کلی استراکچر جنگو رو بررسی میکنیم من بهتون میگم که چرا این پوشه بندی که توی جنگو وجود داره این شکلیه ببینید اینا همه یه دلیلی داره پشتشون و باز بهتون میگم که حالا اگه خواستی فایلی اضافه کنی پوشه اضافه کنی بهترین راه برای این کار چی هسته خب بعد از اینکه این فصلتون هم تموم شد میام میریم سراغ مدل ها ببینید جنگو این قابلیت رو داره که بیاد با تمامی پایگاه داده هایی که وجود داره توی دنیا ارتباط برقرار کنه اول از همه من بهتون یاد میدم که حالا جنگو رو چجوری به یه پایگاه داده وصل کنید و بعد حالا چجوری بیاین روی این پایگاه داده یه سری کارها رو انجام بدید در مورد ORM جنگو با هم صحبت میکنیم بچه ORM یه سیستمه که روی جنگو وجود داره و اینجوری که شما میگه من میخوام چه کاری انجام بدم خب بعد بهش میگیم پایگاه دادهش چیه اون میاد نسبت به کار شما و پایگاه داده ای که مشخص کردین کوئری اون رو مینویسه ببینید شما تو دوره پایتون مقدماتی فکر کنم با پایگاه داده MySQL همه کار کردین درسته کسی هست سر کلاسشون من پستگرس گفته باشم یا اسکیول لایت گفته باشم پستگرس رو یکم به شما توضیح دادم ببینید آره ما این اینجا این ترمی هم اسکیول لایت کار میکنیم هم اسکیول سرور کار میکنیم هم ما کار میکنیم هم پوستگرس من هر چهار تای اینا رو بهتون یاد میدم چجوری کانفیک کنید بهشون وصل بشید اطلاعات بهشون اضافه کنید و حالا اگه یه روزی خاصی از اینا بکاپی بگیرید انتقال بدین روی سرور دیگه کلا این پروسس چجوری انجام میشه خب بعد از اینکه در مورد مدل ها صحبت کردیم میایم میریم در مورد فرم ها صحبت میکنیم بچه فرم‌ها فرم ها به ما این امکان رو میدن که طرف کلاینتمون دیتایی که میگیریم رو ولیدیت کنیم ببین شما تو دوره پایتون پیشرفته اگه با من داشته باشین من بهتون در مورد بعضی از حملات توضیح دادم تو پایتون مقدماتی هم توضیح دادم و بهتون گفتم چه جور حملاتی وجود داره مثلا SQL Injection خب فرم ها به ما این امکان رو میدن که بدون اینکه بیایم کدی بنویسیم برای بحث امنیت داده های طرف کلاینت این داده ها رو ولیدیت کنیم و یا مثلا فرض کنیم داده هایی رو بیایم خیلی راحت از کاربرمون بگیریم بدون اینکه هیچ کدی برای دریافتشون بنویسیم مثلا من میگم می آقا من یه جدول دارم این شکلیه من میخوام اطلاعات یه سطر جدید رو الان از کاربر بگیرم اگه من بیام اینجا از یه دونه فرم استفاده کنم دیگه نیازی نیست من بیام کد صفحه HTML بنویسم برای تک تک اینا اینپوت بذارم اینا رو بگیرم بعد سندشون کنم طرف سرور اونجا ولیدیت کنم اینکریپت کنم کار کنم اصلا همه کار من راحت تر میکنه خب اینم شد فرم ها بعد از اینکه در مورد فرم ها باهاتون صحبت کنم میرم سراغ اتنتیکیشن و اتورایزیشن ببینید بچه جنگ یه سیستم اتنتیکیشن اتورایزیشن برای خودش داره ببین دیدین توی سایت ها میشه بری ثبت نام کنی آره بعد وقتی ثبت نام کردی میتونی وارد بشی بچه نوشتن یه بکند برای این کار یه کار فوق العاده سخت امنیتی و زمان بره جنگو خودش اومده این کار رو کرده و تا یه حد خیلی زیادی پروسس رو برای ما اتوماتیک کرده ما میتونیم بیام ازش استفاده کنیم البته این کاری که جنگو کرده یه سری محدودیت ها داره که وقتی در مورد محدودیت‌هاش صحبت کردیم تموم شد من حالا بهتون میام بهتون یادم میدم که چه جوری بیاین این محدودیت ها رو از بین ببرید مثلا میام بهتون میگم آقا فرض کنیم ما نمیخوایم از اتنتیکیشن یا اتورایزیشن جنگو استفاده کنیم میایم میریم یه ماژول اتنتیکیشن نصب میکنیم روی چی جنگومون و از اون استفاده میکنیم مثل آل آت. یا مثلا اگه خواستیم توی سایتمون این امکان رو قرار بدیم که طرف با اکانت گوگلش هم لاگین کنه بهتون یاد میدم چجوری باید این کار رو بکن توی همین قسمت در مورد بحث داس دیداس نمیدونم بروت فورس اسکیول انجکشن در مورد همه اینا با هم صحبت میکنیم حتی در مورد کراس سایت فرجری در مورد اون هم که یه اتکه صحبت میکنیم و برطرفش میکنیم انواع ریکوستار هم بهتون یاد میدم که چجوری هندلشون کنیم هیچ وقت براتون اتفاقی نیفته و در آخر هم توی این فصل در مورد نحوه اضافه کردن کپچا به سایتتون بهتون توضیحات کامل رو میدم توی همین فرضی یه چیزی یادم رفت بگم در مورد قسمت ادمین جنگو هم ما صحبت میکنیم جنگو اومده خودش یه قسمت ادمینستریتور برای تمامی پروژه هاش قرار داده که شما میتونید بیان تمام این رو خب از اول برای خودت کانفیک کنی و بسازی بیاریش بالا خب این خیلی چیز مهمیه دیگه شما فرض کن فرض میخوای یه سایت بفروشی به یه نفر این اگه فردا خواست آیتمی توی این اضافه کنه تغییری توی این بده خب باید یه سیستمی وجود داشته باشه برای این کار جنگ و اومده خودش اینو قرار داده ما فقط میام کانفیگ میکنیم تغییر میدیم میذاریم اونجا حالا هر جورم دلمون بخواد میتونیم اینو کانفیگ کنیم و این میتونه کاملا کاملا متفاوت باشه از اون چیزی که توی دیتابیس شما وجود داره میدونم یه خورده توضیحاتی که دارم میدم بعضیاشون گنگه ولی خب کم کم توی طول تم شما با اینا آشنا میشید بعد از اینکه در مورد ادمین صحبت کردیم اگر کلاستون خیلی خیلی خوب باشه من بحث رست فول فریم ورک رو شروع میکنم ببینید بچه ها، رست فریم ورک یه ماژوله که بر پایه جنگو نوشته شده و شما این امکان رو دارید که اون رو روش نصب کنید این رسپول فریم ورک به شما این امکان رو میده که بیای ای, پی آی بنویسی با استفاده از جنگو و خب بچا خیلی خیلی بحث مهمیه الان عمده کارهایی که در داره انجام میشه با جنگو همین ایجاد کردن ای پی آی هاست درسته پس این هم من باهاتون کار میکنم توی فصل بعدش میان در مورد بهینه‌سازی کوئری ها باهاتون صحبت میکنم کوئری ست ها رو بهتون توضیح میدم کردنشون رو بهتون توضیح میدم و حتی بچه یه تولز بهتون یاد میدم که بتونی به سایتتون اضافه کنید و حالا دیباگ کنید سایتتون رو این تولز بهتون مثلا میاد میگه این کوئری که الان اجرا شد طرف سرور این قد طول کشید حالا میایم با هم بررسی میکنیم که چجوری جوری بی بیایم این کوئری رو بهینش کنیم بعد از این فصل میریم سراغ میدلور بچه میدلور یا لایه میانی یه سری فایل پایتون هستن یه سری ماژول پایتون هستن که یه سری کارهای اتوماتیک توی جنگو رو کنترل میکنن مثلا یه بحثی مثل همون اتنتیکیشنی که وجود داره من اگه بخوام اتنتیکیشنی که دارم به یه صورت دیگه انجام بشه باید بیام توی میدلور تغییر ایجاد کنم مثلا ببینید بچه جنگو موقعی که توش میخوای اکانت بسازی برای یه یوزر خب میاد این کار رو با استفاده از مثلا ایمیل انجام میده حالا فرض کنه من میخوام تو سایتم یوزر کاربرم ایمیلش نباشه شما موبایلش باشه این امکان توی جنگو وجود نداره و اگه من بخوام اینو اضافه کنم باید بیام میدلور رو تغییر بدم باید بیام میدلور بنویسم این اون فصلی که ما اینجا در مورد این بحث صحبت میکنیم خب بعد از این فصل میایم میریم سراغ جنگو سیگنال ها جنگ و سیگنال ها به شما این امکان رو میدن که مثلا سیستم های لاگ نویسی اضافه کنید توی خود سایتتون آقا من یه سیستم لاگینگ میخوام که هر کی وارد سایتم شد یه جا این ذخیره بشه مثلا البته بچه ها سیگنال ها کار اصلیشون این نیست من دارم مثال میزنم که شما بهتر متوجه بشید خب این یکی از کار هاست خب مثلا من میام یه کاری میکنم میگم آقا اگه این اتفاق توی سیستم من افتاد یه سیگنال ارسال بشه و در ازای این سیگنال هر وقت این سیگنال اتفاق افتاد یه سری کارها به صورت اتوماتیک انجام بشن در مورد اینا با هم صحبت میکنیم و فصل آخرتون هم بچه میشه دیپلویمنت این که حالا این سایتی که ساختیم رو چجوری ببریمش روی یه دونه هاست و دامین بذاریمش بقیه بتونن ازش استفاده کن. من سعی میکنم حداقل دو تا سه تا هاست متفاوت بگیرم بهتون یاد بدم چجوری اینا رو روی اون کانفیک کنید بچه ها این فصل هایی که بهتون گفتم فصل های اصلیه اگر ما کلاسمون کلاس خوبی باشه و اینا رو زودتر از تایم قانونی دوره تموم کنیم من بچه در مورد سیستم های OTP باهاتون صحبت می کنم که همون بحث رمز یک بار مصرفه دیدی میرین توی سایت لاگین میکنین براتون MS میاد آره باید اون عدد رو وارد کنید در مورد اون باتون با صحبت می در مورد سیستم فروشگاهی باتون با صحبت می کنم بهتون یاد میدم چجوری سبد خرید فلکس بسازید توی جنگو بهتون یاد میدم چجوری جوری سشن ها و کوکی ها رو مدیریت کنید بهتون یاد میدم چجوری یه داشبورد بسازید و حالا یه اپلیکیشنی که دارید رو به این داشبورد وصل کنید فرض کنید مثلا من یه نرم افزار دارم که بر پایه هوش مصنوعی یه مدل هوش مصنوعی دارم میخوام بیام سرویس اون اینو توی در قالب یه دونه سایت ارائه بدم من بهتون یاد میدم شما چجوری باید, باید با این کار کنید چجوری اینو بیارید این تبدیلش کنیم توی داشبورد داشبوردتون اینو همه ببینن اینم هم بهتون یاد میدم در مورد ست کردن سرور اس هم با صحبت میکنم که بهتون امکان رو میده روی سایتتون ایمیل ارسال کنید البته 80 90 درصد این کار رو خود جنگو انجام داده من فقط بهتون یاد میدم چجوری کانفیگاشو انجام بدین و اگر هاستتون حالا یه سری تنظیمات خاص داشت اون تنظیمات رو چجوری میتونین پیدا کنید و ستشون کنید اوکی علاوه بر تمام این چیزهایی که گفتم خب آموزش های دیگه ای هم میشه داد در قالب بچه این جنگو که اگر دوره دوره خوبی باشه من اونا رو هم بهتون میگم تایم قانونی دورتون چند ساعته؟ 100 ساعته ولی من با مؤسسه صحبت کردم بهم گفتن اگه تا 110 ساعت هم باشه مشکلی ندارن حالا میریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته کسی هست در مورد صرف سوالی داشته باشه؟ نه؟ همه فهمیدین؟ همه فهمیدین جنگو چی باشی کار میشه کرد؟ خب کاری که من الان میخوام بکنم اینه که بیام بشینم پشت سیستم بچه جنگو رو نصب کنم اون ریکوایرمنت هایی که میخوام رو نصب کنم یه توضیح بهتون بدم چرا ما این کارها رو باید بکنیم به چه چیزایی نیاز داریم اگه اروری گرفتی چی کارش بکنی بعدم حالا یه سری توضیحات کلی در مورد استراکچر خود پروژه جنگو برم پای سیستم آره